سلام سروش جان، چرا نیومدی خونه؟ پارک یادم رفت بهتون زنگ بزنم. من امروز بعد از ظهر جای دعوت دارم، دیگه نمیتونم بیام خونه. راست میگی افطاری دعوتی یا جایی میخوای بری؟ اتفاقی که نیفتاده. مادر من چه اتفاقی؟ من حالم خوبه، دارم میرم مسجد پیش حاج آقا ارجمند، یه کاری دارم. شایدم افطار مونده. یه خبری میخواستم بهت بدم. امروز رفته بودم مدرسه، خانم فتحی رو دیدم. میشناسیش که؟ آره، همون دوستتون. آره، میگفت که چند هفته پیش نیما و پروانه رو توی خیابون دیده. خواب دیده. منم فکر میکنم اشتباه کرده، ولی از وقتی این حرفو بهم زده دلم یه جوریه. گفتم بد نیست دوباره یه سراغی ازشون بگیری. ها، خدا بزرگه. باشه، ممنون. پس فعلا کاری نداریم. خداحافظ. قربانت. خدا. الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده. الله اکبر، الحمدلله، الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، عرض میکردم اینطوری میشه که پوریا کینه مرحوم علمی رو به دل میگیره. بعد از اون طرف من احساس میکنم سمانه، دختر مرحوم علمی، چندان دل خوشی از پوریا نداره، چون احساس میکنه پوریا باعث شد آبروی پدرش تو دانشگاه بره. توجه میکنید؟ اینه که میگم خیلی رو کمکش حساب باز نکنیم بهتره. به نظر من آدمی به موقعیت علمی باید خیلی تو حرف زدنش مواظب باشه. خب بله، و با دیگران هم محتاط‌تر عمل بکنه. دقیقا. ما باید خیلی مراقب باشیم که وضع پوریا از اینی هم که هست بدتر نکنه. بله، بدتر نشه. حالا آقا یه سوال داشتم. بفرمایید. در مورد خودم اون قول و قراری که با هم گذاشتیم تعریف کردم براتون. بله بله، اتفاقا یکی مثل خودت رو میخوام بهت معرفی بکنم که رفته اون دنیاو برگشته. جدی میگی؟ اگر اجازه بدی یه چند لحظه صبر کن، الان من صداش میکنم. عجب. آقای دکتر رضوی، تشریف بیارید. تشریف بیارید. بفرمایید. جناب آقا. قبول باشین انشالله. قبول حق. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای کرامتی که شرح حالشون رو خدمتتون عرض کردم. خواهش میکنم. ایشون هم آقای دکتر رضوی که متخصص نسخه پیچی هست. خیلی خوشبختم از زیارت شما. قربون شما. زنده باشین. خب من مزاحم شما نمیشم، شما رو تنها میذارم، با عزتون برم ببینم اون تو چه خواهد. آجا با تازه جمعمون جمع شده. قربان شما، میرسم خدمت. آقا مخلص شما هستیم. قربون شما. لطف دارن. خواهش میکنم. آقای کرامتی گل. مخلصی. بریم یه گوشه بشین. بفرمایید. آقا من کارمو بلدم، نگران نباش. همین یکی دو روزه تحویلت میدم. قربونت تو. چکرین. باش باش. فعلا. همه‌ش امروز و فردا میکنیم. بلدم بلدم را انداختی واسه من. آقا تو چرا نمیای سند شرکت امضا کنی؟ ها؟ من میگم زنگ زدم به جاوید، هر چی دهنش در اومده به ما گفته. ای میگه هر روز یکی میاد مدعی زمینه دیگه. آقا سروش رفته پیشش. قبلش هم یکی دیگه رفته به نام بهروز. بهروز؟
آره دیگه نشنیدی؟ بهروز لنگ؟ تو یکی حرف نزن، دیوان اون تیمور لنگه، نمیشه تو حرف نزنی؟ بهت که گفته بودم، قضیه این برج صدف ضربتیه، نباید انقدر لفتش میدادی. آقای عزیز، اگه چهار تا لات اجیر کرده باش که خونه منو بریزه، پول خونه منو تو میدی؟ مرد حسابی باید حساب شده عمل کرد، آدم که با پلنگ زخمی دعوا نمیکنه که. تو مشتریشو پیدا بکن، تا سر سروش بنده من قضیه شرکت رو حل میکنم، خوبه؟ چرا شوت بازی در میاری؟ شرکت رو به نام بزنی خریدار صبح همیشه میره شرکت، سروش همه چیزو میفهمه. بهت که گفتم دوتا کارو نباید با هم انجام بدیم، اول برج صدف، بعد کارخونه شیر خشک، بعدش هم شرکت و خدافظی با ایران. آخ چه حالی میده آدم بره امریکا، این آرم اف بی آی جل کنه. تو آدم بشو نیستی، جون به جونت کنن جاهلی. آقا با این همه پول دیگه جل میخوای چیکار؟ خیلی خوب بابا، داد و بیداد نکن حالا، قضیه حله. تو فقط با جاوید یه جا دیگه قرار بذار، یه جا که این دفعه نتونه موش بده اونه، بقیهش حله. تو جاوید و ردیفش بکن، سروش با من. آقا حله دیگه، میبینی حله. اتفاقی هم که واسه من افتاد شبیه تجربه شماست، ولی من تو اون فضا غیر از روح پدر مرحومم کس دیگه رو ندیدم. البته توی کما نرفته بودم، بلکه برای چند لحظه واقعا مردم و دوباره زنده شدم. آی دکتر، من یه سوالی دارم، میخوام ببینم اون چیزایی که آدم تو اون حالت میبینه واقعیت داره یا نه. مثلا قول و قرارایی که میذارن، حرفایی که میزنن، تا چه حد اینا اعتبار دارن؟ خیلی عجیبه، برام خیلی عجیبه که شما همچین سوالی از من بپرسید. نه نه، دلیلش اینه که این اتفاق زندگی منو زیر رو کرده، خواب و خوراک رو ازم گرفته، باور کنید به کارهای روزانه خودم نمیرسم، هر روزم یه بلای یه اتفاقی سرمون میاد. برحال آدم یه ظرفیتی داره. تا حالا برای کدوم یکی از اون ارواح تونستی کاری کنی؟ واقعیتشو بخواین هیچ کدوم. چقدر اونایی رو که تو کما دیدی میشناسی؟ خیلی کم. یکی از اونایی رو که خیلی خوب میشناسی برای اون چی کار کردی؟ یکی از اونایی که خیلی خوب میشناسم، منظورتون خودم هم؟ بالاخره تو هم جز اونا بودی و مشکلاتی داشتی. بله. واسه خودت چیکار کردی؟ برای خودت از این فرصتی که خدا بهت داده چه استفاده ای کردی؟ اومدیم و همین الان دوباره قلبت گرفت، جواب همسر و بچه تو چی میدی؟ حالا که خدا بهت رحم کرده، خب خودت هم به خودت رحم کن، ببین کجا کار خیلی کردی که خدا اول جوونیت بهت عمر دوباره داده. یکم فکر کن به خودت، به اطرافت. اگه زندگی داره تغییر میکنه لازم نیست بترسی، شاید این بهترین اتفاقیه که داره تو زندگیت میفته. خود منم تا قبل از این ماجرا اصلا آدم اهل و مذهبی نبود، به روح و اینجور چیزام اعتقاد نداشتم، ولی بعد از به هوش اومدنم سعی کردم همه چی رو عوض کنم. کمتر کسی این شانس رو پیدا میکنه آقای کرامتی، از قدر این فرصت رو بدون. یا علی. یادت باشه از این فرصت خوب است.
پس بقیه کجا؟ علمی؟ خانم حکمت؟ اونم مردن! عذابشونم شروع شده! شما هم واسهشون کاری نکردی؟ مثل اینکه یادتون رفت اینجا چه حالی داشتی؟ ولی من که همه سعیمو کردم! شما خائنی! به عهد و پیمانتون عمل نکردی! به همه ما خیانت کردی! کاش با جای شما بودیم و شما جای ما! شما ها فکر میکنین حلالیت گرفتن خیلی کار ساده ایه، اشتباه میکنین. حلالیت گرفتن از آدمایی که نمیشناسیمشون خیلی سخته، سختتر از گناه نکردنه. همون بهتر که گناه نکنی. یعنی از تعمل آتیش جهنمم سختتره؟ یا آخه بی‌انصاف، مگه ما از تو چی خواستیم؟ فقط خواستم مادرم رو به دیدنم بیاری. بود مادره، بی‌بخشه، بی‌فهمی؟ بزنم بگو، هرچی دارم و ندارم بفروشه، به پول اهمیت نمیده. بگو دارم عذاب بکشم، بگو به خانواده یه اون یتیما کمک کنه، بگو ببخشه، ببخشه. ایش بگو قول میدم، قول میدم اگه به اوش اومدم از آسایشگاه بیارم ایش بیرون. بهش التماس کن، به دست و پاش بیار، بگو پسرت غلط کرده، نفهمیده. تو قول دادی، تو قول دادی. کجا میری؟ تو بکمون کن، برو تنها نزار. ما عذاب میکشیم، عذاب میکشیم. من طاقت ندارم، من طاقت سه ندارم. خانم حکمت همینجا بود. خواب دیدی؟ نه خواب ندیدم، از همون بالکن خانم حکمت رو دیدم. آخه خانم حکمت وسط حیات ما چی کار میکنه؟ چرا؟ چرا دیدم؟ تو باز میگی خواب دیدی، هزیون میگی، ولی من دیدم، خودم هم از خواب پریدم. باور کن یهو خانم حکمت رو دیدم، با سر و صورت خونی، در به داغون، با یه ویلچر افتاده بود اینجا. چجوری بگم باور کنی؟ خانم حکمت قبل از این که بره تو کما روی ویلچر میشسته، با همون ویلچرم از پله ها میفته پایین، ضربه مغزی میشه. حالا دیدن خانم حکمت با یه ویلچر وسط حیات ما چه معنی میده؟ چه معنی میده؟ یه نشونه ای؟ یه چیزی؟ همونجا بود. الو، الو،
الو بهنوش. منم کامران. کجایی؟ چیه؟ انتظار نداشتی بیاد زنگ بزنم؟ شدم منتظر تلفن کس دیگه ای بودی؟ نه، چطور مگه؟ هیچی، دیدم جا خوردی، گفتم شاید منتظر تلفن اون کرامتیه. کی میخوای دست از این بچه بازیات برداری؟ اون روز که اومدی دم در؟ اومدم بیرون که باهات حرف بزنم. ولی تو این بچه هایی که زنگو میزنن و در میرن فرار کردی. آخه هیچکی از اون بچه ها به کلانتری شکایت نمی کنه. از بس که کارات احمقانه است. اگه ماشین خورده بود به کرامتی و یه چیزیش میشد، میخواستی چیکار کنی؟ اتفاقا خیلی متاسفم که همچی اتفاقی نیفتاد. ببین بهنوش، من میخوام انتقام بگیرم، هم از تو هم از اون کسی که زندگیمو نابود کرده. نیازی به این کارا نیست، چون من حاضرم باهات ازدواج کنم. چی گفتی؟ فردا همدیگر رو میبینیم، در موردش حرف میزنیم. قبوله؟ من حرفی ندارم. ولی کی؟ کجا؟ فردا با هم تماس میگیریم. باشه، خداحافظ. بس تا فردا. نمیدونستم تو هم روزه میگیری. مطمئنی که برات خوبه؟ میگه نباید قرصاتو بخوری. تلفن کی بود؟ مادرت بود؟ سروش بود؟ کامران؟ بله، کامران بود. من نمیدونم تا چه باید تو این خونه به هر چیزی جواب بدم. بله. الو فرامرد. سلام. سلام. چه خبر؟ خبرهای خوب. فقط اول بگویم با سروش چی کار کردی؟ هیچی بابا، اون که پاک خلوچل شده رفته پی کارش. اصلا معلوم نیست کجا هست. تو هم زیاد دست کمی از اون نداری. زیاد نگران نباش. حالا خبر خوبه چی هست؟ هیچی. آقا یا توی خوب از جاوید گرفتم. خاطرت جمع باشه دیگه، افسرش دست خودمونه. چیکار کردی؟ حالا ساعت 3 جلوی برج صدف میبینمت. دیر نکنی از شریک. وای عجب، این کار درست نیست، دور از انصاف و مسلمونیه. گفتن سود پول، ولی نه این همه. آقای حکمت، این کرامتی بیکار هنوز هم در وایستاده ها. معلوم چی تو سرشه. میخوای بیام ردش کنم؟ نه، بذار انقدر وایسته تا زیر پاش علف سبز شه. آیا مقدادی، هرچی دلت میخواست گفتی دیگه، تموم شد، حرفی نمید دیگه. خنک شدی؟ مادر من رباخاره؟ اره؟ تقصیر شما آدمای بی‌حیا که نیست، تقصیر اون پیرزنه که زیر بال و پر شماها رو گرفت. تقصیر اونه، نه شما. تو اصلا میدونی مادر من کی بود؟ تو میدونی مادر من کی بود؟ نمیدونی که؟ تو میدونی با تک تک اعضای بدنش گذشت، همشون رو اهدا کرد به کسایی که رو تخت بیمارستان افتاده بودن، مریض بودن، داشتن میمردن، که بلندشن، سر پا بشن، سر حال بشن، مثل توی نرقول بشن، بیا پشت سرش حرف بزنن، بهش فوش بدن. نه میدونی؟ روزنامه رو خوندی چی نوشتن دربارش؟ روزنامه خوندی طالب عمرت؟ یه خط بگو خوندم. آخه تو چرا نمیفهمی؟ حرف نزن، میزنم دهنت با همینا. من مجبور بودم پول قرض کنم چون نداشتم. الانم که اصل پولو به شما برگردوندم، تازه بیشترم بهتون دادم. سودش کمرشکنه، ندارم دیگه بدم. گردنت میشکست، ساق پات قلم میشو. من نظری میدم؟ من نظر کردم به تو پول بدم؟ نظر کردم به تو پول بدم؟ دو رو بهت فرصت میدم. دو روز تمام این پولو برمیداری، کل سود جنینگی میذاری همینجا. دو روز دیگه
اگه پولا اینجا نباشه تمام چکای تضمینی تو میذارم اجرا به ارواح خاک مادرم. این کارو میکنم که بفهمی این کارو میکنم، که بدون این کارو میکنم. یه کلام ختم کلام بهت میگم، بعد گورتو گم میکنی میری از اینجا، دیگه پیدات نمیشه. اگه بشرفم جای نشستی بلند شدی گفتی اینا ربا میدن ربا میگیرن، سود میدن سود میگیرن، بهره میدن بهره میگیرن، کاری باهات میکنم که دیگه تو زندگیت کمر راست نکنی. بس دیگه بابا، میافتی سکته میکنی یا آقای محترم نمیفهمی ما عزاداریم؟ به جای این حرفا بلند شو برو دنبال پول بگرد که دو روز دیگه تو دادگاه به چکنم نیفتی. پاشو گم شو. الان بند بالا میرم، بالا میرم. چرا من هرس میخوری؟ بسه ننم مادر خدا بیام. ببخشید قربان، شما با آقای حکمت کار داشتین؟ بله. شما کجا تشریف میبرید؟ من تا اینجا میرسونم اتون. آخه مزاحمتون نمیشم. نه آقا چه مزاحمتی، منم مثل شما گرفتار این زن و شوهره از خدا بیخبرم. بفرمایید. دستتون درد نکنه آقا. صد رحمت به اون پیرزنه، حداقل خانم حکمت با همه عیب و ایرادش یه حسن داشت. اگه چند بارم باز پرداخت سود پول و عقب میافتاد دست به کار نمیشد، ولی این پسره و زنش تا همه بدهکارا رو دستبند زده راهی زندون نکنن دست بردار نیستن. پول نزول کردنی مشکلات هم داره، واسه همین حروم شده. ده نمیفهمی، یه وقتایی آدم مجبور میشه. من به خاطر تهیه جهیزی دخترم پول نزول کردم که دخترم آبرو جلوی فامیل شوهرش نره. ولی من اگه جای شما بودم به اندازه وسعم به اندازه توانم جهیزی تهیه میکردم. آخه وضع دامادم خیلی خوب بود، نمیشد دختره با یه مش خرت و پرت بره خونه شوهر. چرا نمیشد؟ میرفت. چه اتفاقی میافتاد؟ چه میدونم، حماقت منه دیگه. حالا که اون همه جهاز دادم و 7 میلیون نزول، زندگیشون داره اصلا پاشیده میشه. این پولا برکت نداره. ببین آقا، من یه غلطی کردم تا اونشم دارم میدم، حوصله یه نصیحت شنیدن ندارم. اگه میخوای کمک کنی یا پول قرض بدی صاف و پوسکنده بگو، اگه نه این کنار گوشه ها نگه دار، من پیاده میشم دستتم درد نکنه. پس چرا ساکتی؟ شما شرایطت چیه؟ شرایط من برای ازدواج با شما کاملا مشخصه. اول اینکه من نمیخوام در ایران بمونم، میخوام برم پیش مادرم. شما هم باید مرکز پرورش ماهیتون رو بفروشیم و اگه میخواین همسر من بشین با من به خارج از ایران بیاین. با قبول این شرایط از طرف شما، با اینکه علاقه به این ازدواج ندارم، ولی حاضرم باهاتون ازدواج کنم. شوخی بی جایی بود. این همه را منو کشوندی اینجا که این مزخرفاتو تحویلم بدی؟ چطور وقتی شما از من میخواین بیام شمال و توی مرکز پرورش ماهیتون زندگی کنم؟ من حق عصبانیت و ناراحتی و مخالفت ندارم. تازه باید کلی هم ذوق کنم. اما وقتی من از زندگی ایدئال و دلخواهم حرف میزنم، به نظر مسخره و شوخی و چرت و پرت میاد. ابداً هم حق مخالفت و عصبانیت ندارم. اگه ادعا میکنی به من علاقه مندی، باید این شرایط رو قبول کنی تا منم قبول کنم باهات ازدواج کنم. چی میگی؟ باید فکر کنم. دیروز فهمیدم یکی از مهندسای بهرج با جاوید اختلافش شده. ردشو گرفتم رفتم پیش، کلی باش حرف زدم. مهندسه میگفت اینجا اصلا امنیت نداره، قرار بوده اینه 8 طبقه بسازن، 15 طبقه همینجوری زدن رفته بالا. میگفت اگه یه دونه زلزله یه ریشتری بیاد اینجا پودر میشه میره رو هوا، اون وقت میتونی توش گل کوچیک بازی بکنی. من فکر میکنم به خاطر نفوذی که جاوید این مهندس پیمانه داشته کسی بهشون گیر نداده، بله کارشون زار بود. او که چی؟ چه دردی اما دوا میکنه؟ به چه درد ما میخوره؟
بحثی که تو باغ نیستی یا دوست عزیز، ما میتونیم به جاوید بگیم کلی مدرک کلاهبرداری ازش داریم، میتونیم بهش بگیم اگه بخواد با ما کنار نیاد تمام مشتریاشو پر میدیم میره، مجبوره با ما کنار بیاد دیگه. نه میدونستم خوب چرکی واسه خودم پیدا کردم. دوست داری؟ بزرگ بشی چی میشی؟ یعنی چی میشه دیگه. حالا بیا بریم اون بره برج نشونت بدم. شریک! نرگس جون، این عکس رو نگاه کن. میدونی کجاست؟ نه، ولی... بله برون پریه دیگه. نیما و پروانه هم هستن. خوب دقت کنی تو عکس میبینیشون. آره این پریه، اول شک داشتم، اینم پروانه است. ای وای خدای من، نیما رو ببین چقدر بزرگ شده. الهی من قربون تو برم. خدا نکنه، این عکس مال 40 روز پیشه، شاید هم کمی بیشتر. البته دختر خواهر من از آشناهای داماده. 2-3 روز پیش که رفته بودم خونشون پروانه رو اونجا دیدم، فهمیدم که اشتباه نکردم. یادتو گفتم تو خیابون دیدمشون؟ درست بود. ولی تو که گفتی اینا 9 ماه از ایران رفتن و هیچ خبری ازشون نیست. اگر از ایران رفتن پس اینجا چه کار میکنن؟ خانم سعیدی، بهتر نیست به پسرتون خبر بدین؟ چرا؟ ولی تا مطمئن نشدم بهتره چیزی بهش نگم. آخه اون حال و روز خوبی نداره، خیلی درگیره. ببینم میشه از دختر خواهرت یه خورده واسه من اطلاعات بگیری؟ نمیدونم بتونه کاری بکنه یا نه، ولی مطمئنم هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. خیلی ممنون میشم. میشه این عکس چند روز دست من بمونه؟ اشکالی نداره نرگس جون، پیشت باشه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. باز که اینجایی؟ ببین پسر جون، آقای کرامتی معلوم نیست کی بیاد، چون کارباش اصلا حساب کتاب نداره. ما اینجا کارمند نمیخوایم. ولی من واسه کار نیومدم اینجا، اومدم خود ایشونو ببینم. در ضمن کسی هم با شما کار نداره. یعنی من نمیتونم منتظر آقای کرامتی باشم؟ چرا میتونی، ولی معلوم نیست کی بیاد. حالا بیا و حرف حالی میکن. بشین تا شب همینجا بگی بشین. اون وقت میگن گوشای من سنگینه. این بنده خدا هر دوتا گوشش که گرفته، یعنی یه گوشش تنگه یه گوشش گشاد. اونی که تنگه حرف اصلا نمیره توش، اونی هم که گشاده هرچی حرف رفته میریزه بیرون. ای بابا چقدر شما حرف میزنی آقا نادر، برو دنبال کارت دیگه. من کار ندارم که، ما رمزونه، کاری ندارم که. تا اینقدر کار ندارم دستیارم برا من میارم. بابا، آقا نادر. سلام. سلام. درد نکنه. چی درد نکنه؟ گوشت مشکل داشت، زبونت هم مشکل پیدا کرد، درد نکنه؟ آقای کرامتی، من کارتون دارم. روز خوبی رو نیومدی ولی، خود منم خیلی کار دارم. برو بعدم بیا، زنگ بزن وقت بگیر. خواهش میکنم، میخوام در مورد مرحوم علمی با تون حرف بزنم. ببین، من حوصله آدم های ناصاف و ناخالص و ریاکار رو ندارم. تو هم ریاکاری. من؟ آره تو. اصل قضیه رو برای من نگفتی. همیشه حاشیه رفتی، خودت هم میدونی. آقای کرامتی، ببین آقا جان، من حساب کردم آخرش 12 تا. آره مهمون برام اومده، یه نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. قربان تو، خداحافظ. چه عجب یاد ما کردی همون جان. اومدم با هم صحبت کنیم. امروز با بهنوش حرف زدم، چیزای تازه میگفت. من فقط میخوام بدونم که مسئله خارج رفتن بهنوش حقیقت داره یا نه. مثل این که میخواد بره، منم مثل تو نمیدونم، باور کن. عمو جان من بلا تکلیفم. بهنوش چرا انقدر حرفاشو عوض میکنه؟ نمیدونم، خودم هم مشکل دارم. مادر بهنوش دلش میخواد ببرتش خارج، بهنوش هم بعدش نمیاد. از طرفی بهنوش مثل ما فکر نمیکنه، اون مثل مادرش فکر میکنه، همون راهی رو میره که مادرش رفت. زیاد حرفای بهنوش رو جدی نگیر. من نمیفهمم این مسئله خارج رفتن فقط بهونه است که منو رد کنه، یا اینکه واقعا دلش نمیخواد ایران بمونه.
چه فرقی میکنه؟ تو میتونی خارج از کشور زندگی بکنی؟ اگه میتونی که بهنوش حرفی نداره. اگرم نمیتونی برو دنبال کار زندگی دمو جان. من دلم نمیخواد بهنوش واسه این کارش بهونه داشته باشه. دیروز بعد از مدت ها میدونی کی به دیدن من اومده بود؟ نه. از کجا باید بدونم؟ شما که باید خوب بدونی. چون من مطمئنم اومدن سمانه یه جورایی به شما ربط داره. سمانه؟ سمانه دیگه کیه؟ ما تو این شرکت سمانه نداریم. بعدم من کارمندم و همه رو به اسم فامیلشون صدا میکنم. غیر از نادر. شما فکر کردی من خیلی حالو هم؟ آره حالو هستم ولی کنزه نیستم. شما رفتین سمانه رو دیدین درسته؟ ایداد بیداد. پسر جون مگه حرف تو مخت نمیره؟ میگم سمانه کیه؟ سمانه دختر استاد علمی. آها حالا شد. سمانه علمی بله میشناسم. چطور مگه؟ تو اصلا از کجا میشناسیش؟ بس دیگه اینقدر وانمود نکنید که با یه آدم احمق طرف هستین. من میخوام بدونم به سمانه چی گفتین. اصلا از کجا فهمیدین؟ فهمیدم برای اینکه به تو ثابت بشه منم حالو نیستم. پسر جون حداقل 5 سال از تو بزرگترم. میفهمی؟ این راهی که تو میخوای بری رو من رفتم و برگشتم سر خط. جدا شما چی فکر کردی؟ فکر کردی به خاطر چند تا برخورد نادرست علمی و سمانه من قید همه چیو زدم؟ یا یه دفعه مثل شما خواب نما شدم؟ یا یه سری روح اومدن منو اخفال کردن که از دین و دنیا و مذهب و همه چی برگردم؟ نه آقای کرامتی، من تجربه کردم. من بی‌عدالتی و مشکلات اجتماع رو تجربه کردم. نه تجربه نکردی عزیز من، اشتباه میکنی. تجربه نکردی. شما با اولین مانع و سنگی که تو زندگیت برخورد کردی ابلهانه ترین و مزخرف ترین راه انتخاب کردی. مسئله رو حل نکردی، صورت مسئله رو پاک کردی. حرفای امثال اعلمی و ارجمند رو میزنی. ببین گوش من از این حرفا پر. نه پر نیست. اصلا تو گوشی نداری که بخوای بشنوی. تو فقط عین بچه‌ها قهر کردی. با خدا، با دنیا، با همه چی. فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ ها؟ هیچی نمیشه. من درباره خیلی چیزا فکر کردم آقای کرامتی. درباره اینکه چرا ما آفریده شدیم. درباره فلسفه خلقت کلی کتاب خوندم. درباره برخورد آدما کلی فکر کردم. فکر کردی؟ درسته. نتیجه‌ای که گرفتی چی بوده؟ از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بوده که مولانا 800 سال پیش راجبش فکر کرده؟ نتیجه‌ای که مولانا گرفته چی بوده؟ نتیجه‌ای که تو گرفتی چیه؟ حرف من یه چیز دیگه است، شما یه چیز دیگه میگی. شما قشنگ حرفتو برای من بگو من بفهمم. منو روشن کن. من کاری با خدا و آفرینش ندارم. کار من و مشکل من با آدمای دنیاست. اونایی که دم از دین و برخورد درست میزنن ولی وقتی پاش میفته انگار نه انگار که فقط و فقط بلدن حرفای قشنگ بزنن. شما میخوای منو درست کنی در حالی که من هنوز شک دارم به خودت که آدم درستی هستی یا نه. تو کتابا برای ما نوشتن که پیغمبر ما وقتی خورما خورده بود اون بچه رو نصیحت نکرد که خورما نخوره. ولی اینجا چی؟ اینجا همه برعکس عمل میکنن. شما خودت دروغ میگی ولی وقتی ازت میپرسن میگی دروغ چیز بدیه. خودت منو تشویق به ریاکاری میکنی اون وقت میگی از آدمای دروغ خوشم نمیاد. خیلی خوب، حق با توئه. آقا جان من نمیدونم با تو چیکار کنم. اون روزم اگر من با تو اینطوری حرف زدم به خاطر این بود که به من اعتماد کنی که بتونم بهت کمک کنم. نشد. این منم که میتونم به شما کمک کنم. شما دلت برای من نسوخته. میخوای از من برای علمی حلالیت بگیری، اونم نه برای علمی، برای خودت. چون قول دادی میترسی فردا بمیری به قولت عمل نکرده باشی. اصلا برفرضم که اینطوری باشه. مگه ایرادی داره کسی به قولش بخواد عمل کنه؟ اشکالی نداره ولی چرا منتش سر من میذاری؟ برای اینکه قبول ندارم تو هیچ نفعی نمیبری. نمیدونم ولی میخوام اینو بدونی که نفع خودت برات خیلی مهمتره. معلومه من به خودم بیشتر از تو فکر میکنم. تو چی؟ تو اصلا به خودت فکر میکنی؟ نه فکر نمیکنم. من اونقدر که به بدبختی های خودم و برخوردهای بدی که دیدم فکر کردم دیگه خسته شدم. الانم نیازی به دلسوزی شما و سمانه و آقای ارجمند ندارم. اون لحظه و اون زمان برام خیلی مهم بود که استاد علمی، کسی که مراد من بود، کسی که همیشه شعار علم بهتر از ثروت رو میداد، منو به خاطر دلبستگی به حرفای خوب و قشنگش از خودش نرونه. میدونی اولین سوالی که بعد از خواستگاری سمانه از من پرسید چی بود؟ این بود که پدرت چی کار است؟
پدر من سرایداری ساختمون توی کرمانه. همیشه آرام میومد که اینو به کسی بگم. ولی الان نه. یه تارموی گندیده پدرمو به صد تا علمی نمیدم. چون سواد نداره، حرفای خوب خوبم بلد نیست بزنه. ولی ذاتش درسته. بابا تو خیلی حساسی پسر. اصلا گیرم که آقای علمی و دخترش از تو خوششون نمیاد. آقا جان، حق انتخاب دارم. به صرف اینکه تو از دختر علمی خوشت میاد که نمیشه برات فرش قرمز پهن کرد و بله گفت. بحث سر یه لحظه است. سر یه برخورد درست. تو یه لحظه یه برخورد درست بود که شمال جان رو تبدیل به شهردار مادلن کرد. ولی اینجا چی؟ همه شهردار مادلن رو تبدیل به شمال جان میکنه. اونا مال تو قصه است. با زندگی یکیش نکن. از کجا معلوم من و تو قصه نباشیم؟ شاید فردا یکی پیدا شده از ماجرای ما رمان نوشت. تازه بخش ارواح قصه شما هم که خیلی تخیلیه. اون حقیقت داره. منم واسه حقیقت داشتنشه که میگم علمی رو بخشیدم. تا شما هم دست از سرم بردارید. اینم بدونید که دیگه نه شما رو میخوام ببینم نه اون سمانه. مگه سمانه چی بهت گفت؟ پوریا! پوریا! مادر دیروز با من تماس گرفت. پیغام داد که هر چه زودتر تکلیفتو معلوم کنه. ببین بهنوش، امکان این که رأی دادگاه به نفع پدرت صادر بشه هست. تو باید توی دادگاه صریح حرف میزدی. ولی من هر چیزی واقعیت داشت و گفتم. حتی گفتم میخوام برم پیش مادرم. آره، اما تا قاضی تصور نکنه که پدرت تو رو اذیت میکنه، حکم قطعی و خوبی به نفع ما صادر نمیکنه. به هر حال گذشته. حتی اگه حکم رفع پدرت هم باشه، بازم ما میتونیم شکایت کنیم. راستی، این شماره یک از آشناهای منه. این آدم میتونه تو رو از ایران خارج کنه، ببره ترکیه و تحویل مادرت بده. حتی اگه پدرت مخالف باشه. چطوری؟ غیر قانونی؟ آره، اما آدم مطمئن و واردیه. تو حالا خیلی ها رو برده اونور تحویل داده. بهنوش، تو اگه موافق باشی من میتونم تو هفته دیگه ترتیب رفتن تو بدم. ولی من ترجیح میدم قانونی از کشور خارج بشم. خیلی خوب، پس بهتره با من همکاری کنی. چطوری؟ چی کار باید بکنم؟ هیچی، تو هنوزم میتونی نظر قاضی رو عوض کنی. ولی دادگاه که تموم شده. من وکیلم خانم. تو اگه قول بدی حرفایی رو که من بهت میزنم امضا کنی و با من همراه باشی، منم یه صورت جلسه تنظیم میکنم، بعدم یه دادخواست تحویل دادگاه میدم مبنی بر این که تو اون روز به خاطر ترس از پدرت مجبور شدی درباره اون رو نامادریت مثبت حرف بزنی. بعدم درخواست میکنیم از قاضی که باهاش یه ملاقات داشته باشیم، البته بدون حضور پدرت. تازه اینجوری خیلی هم به نفعمون میشه، چون قضیه ترس تو از پدرت خیلی میتونه به ما کمک کنه. ولی این کار درست نیست. به تحصیلات تو امریکا فکر کن، به راحتی و آسایشی که کنار مادرت داری. تو اینجا دست اون پدرت و پسرموت کامران آسایش نداری. خوب فکر کن، بعد نتیجه رو به من بگو. بهنوش جان، تلفن با شما کار داره. اومدم. بفرمایید. سلام خانم شفیعی. سلام. شما هستین؟ ببخشید مزاحمتون شدم. ولی یه مسئله پیش اومده. من یه خواب بد دیدم. راجب خانم حکمت. چه خوابی؟ نمیدونم. انگار یه هشدار بود. یا یه نشونه چیزی. چون خیلی واقعی بود. من یه لحظه‌هایی را اصلا خواب نبودم. من تو خواب خانم حکمت رو دیدم وسط حیات افتاده بود با سر صورت خونی. به نظر شما این چه معنی میده؟ شما میدونین خانم حکمت چطوری مرده؟ خانم حکمت با صندلی چرخدار از پله ها افتاده پایین. خودش از پله ها پایین افتاده؟ چی میخواید بگید؟ یعنی شما همون فکری رو میکنید که من کردم؟ نمیدونم، احتمالش هست.
مرگ یا قتل. بله. ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. من یه فکری کردم. فردا میخوام برم پیش دکتر خانم حکمت و جواب و نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی رو بگیرم. آره فکر خوبیه. منم تا فردا سعی میکنم دختر مرحوم علمی رو پیدا کنم. فقط فکر نمیکنم تو پرونده خانم حکمت چیزی به ضرر هوشنگ و شیوا باشه. به هر حال بهتر از دست روی دست گذاشتنه که. باشه. بسیار خوب. قربانش. خدا خانم شفیعی بود؟ آره. چطور مگه؟ این ماجرا کی تموم میشه؟ چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ بهتره دیگه کمتر با این خانم صحبت کنی. با مادر من، شما هم که حرف بقیه مردمو میزنی. دیگه برای شما که نباید توضیح بدم. من که نگفتم توضیح بده. حتما یه علتی داره که دارم بهت میگم. چه علتی؟ اون عکس لای اون روزنامه چی بود؟ هیچی. ببینم. هیچی. خب هیچی نیست ببینم.